بینندگان عزیز سلام، امروز شنبه نهم سنبله سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 31 آگست سال 2013 میلادی. من توریال افغان هستم و شما را فرا می خوانم به تازه ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک رویداد ترافیکی در ولایت غزنی یک تن جان باخت و سه تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد ناوقت روز جمعه در مسیر راه ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی صورت گرفته است. با گفته شاهدان عینی، کشته و زخمیان این رویداد اعضای یک خانواده اند. در یک درگیری میان نیروهای مشترک امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گیلان ولایت غزنی، یک مخالف مسلح دولت کشته شد و سه تن دیگرشان زخم برداشت. اما سخنگوی طالبان مسلح در ولایت غزنی چیزهای دیگری میگوید. محب الله سباون ولسوال گیلان ولایت غزنی به تلویزیون غزنویان میگوید که در یک درگیری میان نیروهای مشترک امنیتی و طالبان مسلح در قریه شینکه ولسوال گیلان غزنی یک مخالف مسلح دولت کشته شد و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. از سوی همسخنگوی طالبان مسلح به تلویزیون غزنویان میگوید که در این درگیری 4 تن به شمول یک طالب و 3 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند. صدها خانواده متضرر شده در حادثه روز چهارشنبه ولایت غزنی طی گرد همایی اعتراض‌آمیز با انتقاد سخت از دولت میگویند که تاکنون هیچ نوع کمکی از سوی دولت برای آنها صورت نگرفته است. صدها تن از باشندگان ساحه توحید آباد شهر غزنی که در حمله مهاجمان انتحاری به روز چهارشنبه اقاربشان را از دست دادند، زخمی شدند و یا هم خسارات مالی به آنها رسیده است، به روز شنبه در یک گردهمایی ادعا می کنند که نیروهای خارجی و مهاجمان انتحاری بالایشان شلیک نموده و بر علاوه کشته و زخمی ساختن ده تن به خانه هایشان نیز خسارات هنگفت را وارد نمودند. آنان از دولت می خواهند که هرچی زودتر به خانواده های متضرر این حادثه بی پیشینه در غزنی کمک نماید. خانه خراب شده، راکت خورده، برادر جان عزیز نفرای ما زخمی است، همال هم زخمی داریم در اینجی. تانوس این دولت برای ما برادر جان عزیز یک توجه هم نکده در این منطقه، حوال هم نگرفته که خواه شما برادرها هم اینجی زخمی دیرین، کشته دیدین، ندیدین، چی رقم است؟ مطب ما رو میبینن، این منطقه ما رو میبینن که چی حال خانه ما؟ ده کور طول اوران شده و زخمی اون شده، یه چه حقا گونه شده و یه چه نکمک کشده، نکوه شده، نباش کل مگده حکومت نارده و لروشه مگده حقا را که یا حکومک را که یا کمک نرکوه یا ده مگده چل دمی آقا نالگه دلوی دم دقو پیارسی نالگه دلوی دم دقو ده نظامی خلق نالگه دلوی چل زخمی هم چل آقا دلتا تراتا کورونا در بدر چون رنگ نمی‌بینی دا اول ده دا چه جور باشنده کارت جعفری مربوط به توحید آباد خسارمان که شدیم از خانه و شیشه و از آواره مردم اینه دوبارم خانه بدوش هستیم ایش خانه کرایی و ایگپا پایدانم بشه هر که در زیر یک مقصد در جای گذاره منیم که میشه و پرده شد بسیار خانه که تخریب شده و خسارمان شده از طرف پیارتی کلش چی شده زده شده دیگر زخمی تقریبا 52-53 نفر کودک و سیاسر یاستن هرچه شهید دیگر اونو هفت نفر است خانه توید آباد جعفریه خریه سطور بابا حیات اینشی اینا را کلش از نزدیک ملاحظه کل از شب بگیرن خودش بخواد به خود معلوم بشه گرد همه این شهروندان در حال صورت می گیرد که درست پس از ختم درگیری روز چهارشنبه والی غزنی وعده کمک به فامیل های متضرر این حادثه را داد. اما دیده شود که والی غزنی تا چه قدر به وعده هایش در برابر این خانواده های درد دیده عمل خواهد کرد. هیچ نوه کمیته اصرار نداره غلی والی صاحب مطبوعاتو ته ټول دروغ سره وایي له موږ باندې درې ورځې کیږي چې زموږ په کوڅو کې کوچنیان ځوان کوي کور په کرایه نه پیدا کیږي هغه کوم کورونه چې تخریب شوي دي یا کوم دغه سوي دي هیڅ چا له موږ سره همکاري نه ده کړی اولادونه هم مجروحین سیم دي تر اوسه یو امبولانس دې خواته نه ده راغلی چې د دې پوښتنه وکړي یا دغه وکړي موږ متاسفانه دې نظام ته موږ رایه ورکړې وه دا نظام موږ دغه کړی و متاسفانه والی صاحب یا رئیس صاحب جمهور داسې والی موږ ته ټاکلی ده چې د ملت غم بیخي نه ورسره پاکستان پس از این در سیاست داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد. یکی از وزیران کابینه پاکستان میگوید که نخست وزیر پاکستان در نظر دارد برای تقویت روابط میان کابل و اسلام آباد این کشور در سیاست داخلی افغانستان مداخله نکند. در همین حال شماره از زنان پاکستان به افغانستان در نشست برای چگونگی تامین امنیت و دموکراسی در افغانستان خواهان نقش بیشتر زنان در روند گفتگوهای صلح شدند. در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان پاکستان حضور هراس افغانان را در بخش‌های قبایلی این کشور تایید می‌کنند.
روند ثبت نام رای دهندگان هنوز هم به علت ناامنی ها در 9 ولسوالی کشور آغاز نشده است. این موضوع را کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها بیان کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که گفتگوها با نهادهای امنیتی درباره تامین امنیت این ولسوالی ها ادامه دارند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون 700 هزار تن کارت های رای دهی به دست آوردند که از این میان 2000 آنان زنان هستند. یوازی اوس نه ولسوالی دی چې موږ هلته پروسه نه ده پیل کړې او امنیتي ملحوظاتونه امنیتي ارګانونو سره په جریان کې استو. امنیتي ارګانونو څخه مرسمان غوښتنه کړې ده. امیدواره یسو چې د ټاکنو د ورځې نه مخته هلته دوی امنیت تامین کړي. په حدود د څه کم 2 لکه نفرو په ټول افغانستان کې خپل ځانونه ثبت کړي دي چې دې څخه څه کم 2 لکه یې ښځینه دي، باقي نارینه دي. او دغه فرصت چې مخته لرو انشاءالله امیدوار یسو تر انزم د میزان پورې په ټول افغانستان کې هغه واجد شرایط خویندې ورونه چې کارت نه لري باید مرکزونو ته مراجعه وکړي، خپل کار ترلاسه کړي. رحمت الله نبیل به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور گماشته شد. اداره امور میگوید که آقای نبیل بر بنیاد تصمیم رئیس جمهور کرزی بر سمت سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گماشته شده است. پیش از این آقای نبیل به حیث رئیس عمومی امنیت ملی کار کرده است. در یک انفجار در ولایت کندهار 6 غیر نظامی کشته شدند و 20 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی در ولایت کندهار این موضوع را بیان کردند. سخنگوی والی کندهار میگوید که این انفجار در چوک شهدا در برابر یکی از نمایندگی های کابل بانک رخ داد. به گفته وی بیشتر از قربانیان این رویداد کسانی هستند که برای به دست آوردن حقوق ماهوارشان به نمایندگی کابل بانک میرفتند. وی میافزاید که شمار کشته شدگان و زخمیان این رویداد احتمالاً بیشتر خواهد شد. در یک عملیات مشترک نیروهای کماندوی افغان و امریکا در ولایت میدان وردک 4 طالب کشته شد و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت میدان وردک این موضوع را بیان میکند. سخنگوی فرماندهی پلیس وردک میگوید که در این عملیات یک ذخیره‌گاه بزرگ جنگ افزار طالبان نیز ویران شد. وی میافزاید که همکنون در روستاهای دموسلم و دهندوی ولسوالی نرخ این ولایت عملیات جریان دارد. تاکنون چندین مرد در جریان این عملیات بازداشت شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا چگونگی خریداری چرخبال‌های MI-17 برای افغانستان را بررسی می‌کند. این موضوع را یک مقام پنتاگون بیان کرده است. یک مقام پنتاگون میگوید که بررسی‌ها درباره پیمان خریداری چرخبال‌ها MI-17 از روسیه و چگونگی نگهداری این چرخبال‌ها از سوی نیروهای هوایی افغانستان آغاز شدند. و می‌افزاید که هدف از این اقدام چگونگی امضای پیمان خریداری چرخبال‌ها و پرداخت‌های نامناسب پول از سوی یک بخش هوایی ارتش آمریکا و نقص برخی اصول نظامیات. پس از این برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا نیز ابراز نگرانی کردند که شرکت دولتی روسیه با نام روسو برنا اکسپورت حکومت بشار الاسد در سوریه نیز جنگ افزار می‌فرستد و باید پیمان خریداری چرخبال‌ها با ارتش افغانستان با این شرکت ملغا شود. و اینکه استرالیا بدرفتاری احتمالی سربازان این کشور را در افغانستان بررسی می‌کند. پیش از این گزارش‌های درباره قطع کردن دستان یک شورشی از سوی نظامیان استرالیایی در افغانستان پخش شدند. اوکنون وزارت دفاع استرالیا میگوید که گزارش‌ها به گونه‌ای جدی بررسی خواهد شد و اگر درست ثابت شوند عاملان بدرفتاری‌ها مجازات خواهد شد. بر بنیاد وی برخی از گزارش‌های نیروهای ویژه استرالیا در ماه اپریل سال روان میلادی 4 شورشی را در یک درگیری کشتند و سپس دستان یکی از این شورشیان را قطع کردند و آن را به پایگاهشان در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بردند. استرالیا 1550 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان در ولایت اروزگان مستقر هستند. و حالا فشرده نگاه داریم روی تازه‌ترین خبرهای جهان تا این ساعت با منصور عثمانی باشید. در نتیجه یک حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان حداقل 3 نفر کشته شدند. مقامات محلی میگویند طیاره بی پیلوت امروز یک محل را در منطقه میدعلی در شمال وزیرستان راکتباران کرد. این محل یکی از جاهای منطقه قبایلی قلمرو پاکستان میباشد که القاعده و طالبان در آن پنهان میباشند. مقامات پاکستانی اظهار داشتند که هویت کشته شدگان تا حال معلوم نیست. حکومت پاکستان پای هم حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را محکوم کرده و آن را تعرض بر حاکمیت ملی خود می‌شمارد. اما ایالات متحده می‌گوید که این حملات در جنگ علیه تروریسم اهمیت حیاتی دارد. وزیر خارجه آمریکا جان کری در سفر اخیر خود به اسلام آباد در اوایل ماه آگوست گفته بود که حملات طیاره‌های بی پیلوت به زودی خاتمه خواهد یافت.
مخالفت پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در سوریه با واکنش های گوناگون روبرو شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش برای مداخله نظامی در سوریه با تلاش هایش برای ایجاد یک ائتلاف ادامه خواهد داد. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه میگوید که با وجود رأی منفی پارلمان بریتانیا و مداخله نظامی در سوریه، موقف فرانسه در این باره تغییر نکرده است. در همین حال وزیر خارجه آلمان میگوید که این کشور در مداخله احتمالی نظامی در سوریه سهم نخواهد گرفت. با سر سپاس از شما بینندگان عزیز و تمامی همکارانم در استدیو خبر. این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرهای ما از افغانستان و جهان. وقت خوش، الان نگهدار.